سامانه سما هست. سامانه سما یک سامانه کاوشگر جو بالا و رصد وضعیت جوی سطح زمین هست. دو منظوره هست این سامانه. بخشی از اون که برای رصد وضعیت جوی است، برای امور نظامی به کار گرفته میشه و این سامانه میتونه سرعت، ارتفاع، سمت برای باد و شرجی و میزان رطوبت رو برای هر نوع مأموریت پدافند هوایی ام از کاربرد رادارها و پرتابه‌های موشکی به کار بگیریم. برای کاوشگر جو بالا که در لایه‌های بالای جو استفاده میشه، برای پرتابه‌های برد بلند، موشک‌های برد بالا و سامانه‌هایی که در ارتفاعات بالا پرواز می‌کنند، مثل هواپیماهای ترانزیت هوایی که امروزه بیش از 1400 فروند هواپیما در طول روز و 24 ساعته و با مجوز مشترک بین پدافند هوایی و سازمان هوایی کشوری از فراز ایران اسلامی عبور میکنه. این سامانه سما کاملا ایرانی بومی و به دست متخصصان پدافند هوایی ساخته شده و بیش از 400 نقطه با بخش کشوری، هواشناسی کشوری در حال تعامل هستیم. بسیار استقبال میکنیم که در مورد این سامانه سما بتونیم امکاناتی رو در اختیار بخش‌های کشوری و یا لشکری قرار بدیم و انتقال تجربه کنیم. ضمن اینکه انشاءالله امیدواریم در پایان برنامه توسعه 5 ساله ششم بتوانیم این سامانه رو در کل کشور نهادینه کنیم. سامانه دوم سامانه سامت-۱ هست. یک پارچه سازی اطلاعات شنود الکترونیکی. مستظر هستید سامانه‌های شنود الکترونیکی این چه کشف می‌کنن شنود هست و هستند، قابل کشف. اینها جداگانه به مراکز پردازش اطلاعات ارسال میشد و از اونجا به مرکز فرماندهی و کنترل. هیچ سایتی از سایت دیگری مطلع نبود که آنچه را میبینه آیا در تلفیق اطلاعات آن هدفی هست که منظور واقعی است یا خیر. سامانه سامت-۱ این امکان رو به شبکه یکپارچه اطلاعات پدافند هوایی میده که بتونه اونچه را که یک سایت کشف میکنه سایت دیگر هم کشف کنه، ضمن اینکه با هم تلفیق اطلاعات کنن و به یک اطلاعات دقیق و واقعی برسن، مثل آنچه که در پرواز ایساف رخ داد. پرواز ایساف توسط حداقل 3 سایت شناسایی مهرس شد که علاوه بر شکل هواپیمای مسافربری داخل اون 108 نظامی ناتو هست و این هواپیما به زمین نشانده شد. این تلفیق اطلاعات در پدافند هوایی و در سطح نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و بسیج مردمی است. این سامانه هم تماما بومی و توسط کارکنان پدافند هوایی طراحی، تولید و مستقر شده. می توانیم در این زمینه هم چون هم بخش‌های کشوری و هم بخش‌های لشکری رو قابلیت پوشش داره، این تجارب رو در اختیار سایرین هم بگذاریم، چون قابلیت کشف اطلاعات این مدل هدف‌ها رو هم در هوا، هم در زمین، هم در دریا داره، برای مکانیابی، برای رسم دقیق مسیر هدف. مهمترین مشخصه بارز این سامانه این هست که پسیوه، غیر قابل شنوده، غیر قابل کشفه، میبینه اما دیده نمیشه. سامانه سوم سامانه سمیع هست. سامانه سمیع رادار مونوپالس مراقبتی و کنترل هوایی است. می توانم این نوید رو به ملت عزیزمون بدم، به ملت عزیز ایران اسلامی، که این تکنولوژی برای اولین بار در منطقه به دست فرزندان شما طراحی و تولید شده. ساخت این رادار در دنیا دست چند کشور جدید در فهرست ادوات دفاعی کشور. سامانه سمیع، این سامانه را می توان در اندازه و حجم‌های متفاوت تولید کرد و روی انواع هواپیماها قرار داد. این سامانه همچنین می تواند اطلاعات سیگنالی، راداری، ناوبری را در نزدیکترین محل به پروازهای هدف جمع‌آوری کند. سامانه بصیر، سامانه‌ای که به جای 6 سامانه عملیات تجزیه و تحلیل، انتقال اطلاعات، پرسش و پاسخ از سامانه‌های ناوبری را انجام می‌دهد. هر آنچه که در این 200,000 کیلومتر مربع نمایش داده میشه، شما در این LCD شاید 32 اینچ، 36 اینچ میتونید خیلی راحت در هر نقطه کشور اراده بکنید به صورت تاکتیکی این اهداف رو ببینید. یعنی صحنه رزم ما فقط در دفنی ها، تونلی ها و مراکز ساختمانی نیست، میتواند متحرک باشد. سامانه سما سومین سامانه رونمایی شده بود که کاربرد هواشناسی هم دارد. سامانه سما یک سامانه کاوشگر جو بالا و رصد وضعیت جوی سطح زمین هست. و حالا نوبت به صامد میرسد که از قابلیت‌های بالایی برخوردار است. این امکان رو به شبکه یکپارچه اطلاعات پدافند هوایی میده که بتونه اون چرا که یک سایت کشف میکنه سایت دیگر هم کشف کنه، ضمن اینکه با هم تلفیق اطلاعات کنن و به یک اطلاعات دقیق و واقعی برسن. طراحی و ساخت این 4 سامانه کاملا بومی بوده و به دست متخصصان داخلی کشورمون ساخته شده.